أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوى الله عز و جل، فإن اصدق الحدیث کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و درس امروز ما شما به خیر و خوبی تحت عنوان العباده، تحت عنوان عبادت می باشد. عبادت خداوند مهربان، العباده. همیش کلمه عبادت را در درس های خود، در پروگرام های خود میشنویم. به ارتباط عبادت و تعریف و معنی عبادت و همچنان مثال های خوب به ارتباط عبادت خداوند مهربان درس شامل و جامع می باشد انشاءالله. آرزو دارم که خداوند مهربان همچنان این لحظات تعلیمی ما شما را به عبادت به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. مسئله عبادت خداوند مهربان مسئله بسیار مهمی می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. برای تمام امتها پیغمبران را فرستادیم و هر پیغمبر به هر امتی یا هر ملتی که آمده است به نوبه خود برایشان فرموده است که عبادت خداوند را ادا نمایید و از طاغوت، از شیطان و از شرک و از گناهان خود را دور نگاه کنید. از شیطان و از راه های شیطانی خود را دور نگاه کنید. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. برای تمام امتها
پیغمبرانی را فرستادیم که مردم را متوجه بسازند و دعوت کنند به سوی عبادت خداوند مهربان و مردم را آگاهی دهند که از طاغوت، از شیطان و از شر شیطان و از گناهان خود را دور نگاه کنند. فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله، بعض مردم برایشان هدایت می شود، هدایت حقیقی به دست خداوند مهربان می باشد، و بعضی مردم هستند که گمراهی را انتخاب می کنند یا گمراهی بر نصیبشان گردانیده می شود. کسانی که برایشان هدایت می شود به عبادت خداوند مهربان استوار می باشند و در راه عبادت خداوند مهربان سعی و کوشش می داشته باشند. آیت مبارک 36 سوره النحل. و در سوره الذاریات آیت مبارک 56 خداوند مهربان می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن را و انس را پیدا نکردیم مگر به هدف عبادت. و همچنان عبادت از توحید خداوند مهربان و از معرفت خداوند مهربان آغاز می گردد. هنگامی که بنده خداوند را به وحدانیت او بشناسد و معرفت بنده با پروردگارش حاصل گردد، به شکل درست عبادت پروردگار خود را ادا می نماید انشاءالله. خداوند را شناخته عبادت او را ادا می نماییم. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آیت مبارک اخیر سوره الحجر. و عبادت پروردگار خود را داشته باش تا آخرین لحظه عمرت. و کلمه یقین به معنی مرگ در این آیت مبارک تفسیر شده است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و عبادت خداوند را ادا می نمایی تا وقتی که مرگت برایت برسد، تا لحظات مرگت، تا آخرین لحظه عمرت عبادت خداوند مهربان را به شکل درستی ادا می نمایی. و هنگامی که انسان وفات می گردد و کلمه توحید را می خواند، آن را با خود می برد، در کلمه توحید مسئله توحید و معرفت و عبادت خداوند مهربان ذکر شده است. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، پیغمبران آمدند برای اقوام خود، برای امت خود فرمودند که عبادت خداوند را ادا نمایید، پروردگار دیگری ندارید، کسی دیگری مستحق عبادت شما نمی باشد. آیت مبارک 61 سوره هود علیه السلام. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. و این کلمه در قرآن کریم چندین بار به زبان پیغمبران تکرار شده که هر پیغمبر بروبه خود برای قوم خود فرموده است که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، عبادت خداوند را ادا نمایید، پروردگار دیگری را شما ندارید. العبادة لغة الخضوع والانقياد والتذلل، عبادت از لحاظ لغوی به معنی خضوع و تسلیم بودن و قبول کردن می باشد، و مذلت و عجز انسان در عبادت اظهار می گردد و اطاعت بنده از خالق می باشد. الخضوع والانقياد والتذلل، تسلیم بودن به اوامر و نواهی خداوند مهربان که از ارشادات خداوند مهربان استفاده می نماید، و خضوع و تسلیم بودن و قبول کردن ارشادات خداوند مهربان. یقال طریق معبد، گفته می شه که راه معبد، ای مذلل سلس سهل الانقیاد، راهی که در آن آسایش و آسانی و استواری ذکر می گردد، و مذلت و عاجزی و تسلیم بودن و قبول کردن و اطاعت کردن، همه این کلمات در مسئله عبادت و تعریف آن ذکر می گردد. راهی که مذلل، مذللون مذلل می باشه، و سلس و سهل الانقیاد، راهی که آباد می باشه، برایش گفته می شود که طریق معبد، راهی که آسان می باشه، انسانی که تسلیم اوامر خداوند می باشد و
اطاعت به شکل درستی از خداوند مهربان می داشته باشد. و به شکل عموم دین مبارک اسلام را تعقیب می نماید و طاعت خداوند و رسولش انسان را به عبادت درست خداوند مهربان می رساند. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم همه ما شما را تشویق کرده اند که عبادت خداوند را به شکل درست ادا نماییم. و شرعا هی غایت الحب مع غایت الذل والانقیاد، نهایت درجه محبت با خداوند مهربان و همچنان نهایت درجه مذلت و عاجزی و تسلیم بودن و قبول کردن و اطاعت کردن خداوند مهربان می باشد. نهایت درجه محبت با خداوند مهربان و همچنان اظهار نهایت درجه مذلت و عاجزی و تسلیم بودن به اوامر خداوند مهربان می باشد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهمچنان عبادت اسم جامع یا کامل می باشه هر آن چیزی را که خداوند مهربان دوست داشته باشد، هر چیزی را که خداوند مهربان دوست داشته باشد و از آن رضایت خود را اظهار نماید. من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة، از اقوال از اعمال باطنی و ظاهری، نیت، گفتار، عمل، هر آن چیزی را که خداوند مهربان دوست داشته باشد و از آن رضایت خود را اظهار نماید به معنی عبادت می باشد. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع و شامل هر آن چیزی را که خداوند مهربان دوست داشته باشد و از آن رضایت خود را اظهار نماید و خداوند از آن راضی باشد. از اقوال و اعمال در باطن و در ظاهر، نیت انسان، گفتار انسان، اعمال انسان، همه مسائلی که در آن رضایت خداوند مهربان باشد و خاص به رضایت خداوند مهربان صورت بگیرد در تعریف کلمه عبادت شامل و داخل می باشد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. سورة الجاثية. شريعة إسلام را بيروي من مهي وشريعة إسلام، وتكون العبادة على أساس الشريعة الإسلامية وعبادت بأساس شريعة إسلام مي باشد. در الدين مسائل را داخل نمي گردانيم، نواوري نمي كنيم. هر چیزی که در دین می باشد آن را می گیریم و دین نزد خداوند مهربان اسلام می باشد و دین اسلام تکمیل شده است. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را تکمیل گردانیدیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینن، و نعمت های خداوند مهربان تمام گردانید، تمام شد و ختم گردیده شد و خداوند مهربان اسلام را برای همه ما شما امت آخر زمان، امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، دین اسلام را خداوند مهربان به همه ما شما انتخاب کرده است. پس عبادت به اساس شریعت اسلام می باشد، به اساس قال الله و قال الرسول می باشد، به اساس ارشادات خداوند و پیغمبرش می باشد، به اساس آیت و حدیث می باشد. هر آن چیزی که در شریعت اسلام، در چوکات اعمال صالح، در چوکات ایمان و اخلاق فاضله بنده مؤمنی که از آن خداوند مهربان رضایت خود را حاصل می گرداند و آن را دوست می داشته باشد، از مسائل اقوال و اعمال که در باطن یا در ظاهر باشد که خداوند مهربان آن را دوست داشته باشد، به اساس شریعت اسلام توافق داشته باشد، به اساس قال الله و قال الرسول توافق داشته باشد، در چوکات و در تعریف عبادت داخل می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت پروردگار خود را ادا نمایید، آن پروردگاری که شما را پیدا کرده است، خالق شما می باشد، رازق شما می باشد.
يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم، أي مردم عبادت پروردگار خود را داشته باشید، آن پروردگاری که شما را پیدا کرده است. والذین من قبلكم، و آنانی که قبل از شما ذکر می گردند، ایشان را همچنان خداوند پیدا کرده است. شما را پیدا کرده و اقوامی که قبل از شما ذکر شده اند، همه را خداوند مهربان پیدا کرده است. لعلکم تتقون، از ضمن راه های تقواداری خداوند مهربان و پرهیزکاری می باشه که انسان عبادت خداوند را به شکل درستی ادا نماید و عبادت شما را به تزکیت نفس و تقواداری نفس می رساند. آیت مبارک 21 سوره البقره. و در ابتدای سوره الزمر خداوند مهربان می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم، کتابی که از جانب خداوند عزیز و حکیم نازل شده است، خداوند با عزت و با حکمت. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین، کتاب را به حق برای تو نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم، پس عبادت خداوند مهربان را با اخلاص داشته باش و دین خالص خداوند مهربان می باشد و عبادت را از کتاب، از قرآن کریم می گیری، عبادت را از ارشادات خداوند مهربان می گیری به اساس وحی خداوند مهربان، و ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنان به اساس وحی خداوند مهربان می باشد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ودين خالص، دين باصفاء، دين صد في صد خالص که به خداوند مهربان میزیبد، دین را به شکل درست تعقیب و پیروی می‌نمایی و عبادت خداوند مهربان را به اساس دین اسلام، به اساس شریعت اسلام پیش می‌بری. فالعبادة تقرب الإنسان من ربه، و عبادت تقرب بودن انسان به پروردگارش می باشد، انسان را مقرب می گرداند به خداوندش. و تظهر عبودیته و استسلامه لرب العالمین، و عبودیت بنده، عجز و عاجزی بنده در عبادت اظهار می گردد، عبودیت بنده یا بندگی بنده در عبادت اظهار می‌گردد، و تسلیم بودن بنده در عبادت اظهار می‌گردد برای پروردگار عالم، لرب العالمین. والعبادة لا تكون الا لله العزيز الحكيم، و عبادت نیست مگر با خداوند عزیز و حکیم، تنها عبادت خداوند مهربان باید صورت بگیرد. بله، اطاعت می کنیم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحبت های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را تعقیب می نماییم، به ارشادات او گوش می گیریم و عمل می کنیم. تمام ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مشما را به عبادت خداوند مهربان می رساند تا اینکه بندگان خوبی باشیم، و هر عمل خوبی را که ادا می نماییم در چوکات تقرب و در چوکات عمل صالح و در چوکات عبادت به همه ما شما ذکر می گردد. والعباده لا تكون الا لله العزيز الحكيم، و عبادت نیست مگر عبادت خداوند با عزت و با حکمت. والعباده تكون سببا لنجاه العبد من النار ودخوله الجنه، و عبادت راه نجات یا سبب نجات بنده از آتش می باشد و دخول بنده در بهشت می باشد. عبادت راه یا سبب نجات بنده از آتش می باشد و دخول بنده به جنت می باشد، و عبادت آورنده رحمت خداوند مهربان می باشد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا بنی کعب ابن لؤی، ای اولادهای کعب ابن لؤی، برای قوم خود، قوم قریش، برای عزیزان و دوستان مقرب و قبائل مقرب خود پیغام زیل را ذکر کرده است: یا بنی کعب ابن لؤی، ای اولادهای کعب ابن لؤی، انقذوا انفسکم من النار، خود را از آتش نجات دهید، خود را از آتش نجات دهید. و بهترین راه نجات بنده از آتش به عبادت می باشد،
به توحید و معرفت خداوند مهربان می باشه، به تقرب انسان به خالق می باشه، به ایمان و عمل صالح می باشه، به عبادتتان خود را از آتش نجات دهید. یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، خود را از آتش نجات دهید. یا بنی مر ابن کعب، ای اولادهای مر ابن کعب، انقذوا انفسکم من النار، خود را از آتش نجات دهید. یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، ای اولادهای عبد شمس، خود را از آتش نجات دهید. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، ای اولادهای عبد مناف، خود را از آتش نجات دهید. یا بنی عبد المطلب، ای اولادهای عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، خود را از آتش نجات دهید. یا فاطمه، برای دختر خود در ختام حدیث مبارک همچنان می فرماید و او را مخاطب قرار می دهد، یا فاطمه تو انقذی نفسک من النار، خود را از آتش نجات ده. انقذی نفسک من النار، خود را از آتش نجات ده. فإني لا أملك لكم من الله شيئا، بدست من نمی باشد. فردا روز از همه تان سوال می شود، حساب گرفته می شود به ارتباط اعمالتان، به ارتباط عبادتتان. من برای شما چیزی را کرده نمی توانم. فإني لا أملك لكم من الله شيئا، و بدست من نمی باشد. شما کوشش کنید که هر انسان خود را از آتش نجات دهد. غیر ان لکم رحیمن سأبلها ببلالها، مگر اینکه صله رحمی در بین ما و شما می باشد. همه اقوامی که ذکر شد، قبیله ها یا خانه هایی که ذکر شد، همه قوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و قوم بنی هاشم و قوم قریش و قبیله خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اولادهایشان می باشد. صله رحمی در بین ما موجود است، بلی. غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، به اندازه توان خود، مانند که یک ریسمانی که در چاه در آب داخل شود، ریسمان تر می شود، در آن فایده نیست، باید که در آخر ریسمان یک دولچه یا یک ظرف یا یک سطل آب باشد که پر گردد. خودتان باید آب را پر کنید و این ریسمانی که می باشد این به درد انسان نمی خورد. صله رحمی ما و شما مانند یک ریسمان ماری می باشه، یک رابطه بین ما و شما می باشد، اما باید خودتان آب را خودتان به دست خودتان بکشید. کنایت از این که خود انسان باید است که یک چیزی باشد، خود را به ثمر برساند و باید که از وقت خود استفاده حسن را داشته باشد و خود انسان باید معرفت با پروردگار خود داشته باشد و عبادت خداوند را به شکل درستی ادا نماید. در غیر از آن کسی دیگری انسان را نجات نمی دهد. ممکن ایمان و عمل صالح بنده باعث این قرار گیرد که او را نجات دهد، اما انسانهای غیره، مردمان غیره، باعث این قرار نمی گیرند که انسانها را نجات دهند. بله، شفاعت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جای خود را دارد و هر انسانی که ایمان و عمل نداشته باشد، انسانی که مؤمن نباشد، چطور شفاعت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نصیبش قرار بگیرد؟ و کسانی که صاحبان ایمان باشند، کوشش میکنند که خود را نجات دهند از آتش، به خداوند مهربان تقربی را پیدا میکنند و بعدن شفاعت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همچنان به نصیبشان ممکن گردانیده شود. حدیث مبارک زیبا و خوبی به ارتباط این که هر انسان کوشش نماید که خود را نجات دهد از آتش، رواه مسلم و النسائی، حدیث صحیح می باشد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، آیت 6 سوره تحریم. ای کسانی که ایمان آورده اید، صاحبان ایمان، مؤمنان مخاطب هستند در این آیت مبارک، خود را و اهل بیتتان را از آتش نجات دهید. خود را و اهل بیتتان را از آتش نجات دهید. سر ایمانتان کار کنید، سر عمل صالحتان کار کنید، در راه عبادت خداوند مهربان مصروف باشید.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فرداروز باز ملامتی را سر کسی دیگری نگذارید. خود را کوشش می نماید که از آتش نجات دهید به عبادت درستی، به عمل صالح درستی، به اخلاق درستی، از اینکه انسان از عمر خود، از وقت خود استفاده می نماید در راه طاعت خداوند مهربان و طاعت رسولش مصروف می باشد. ممکن رحمت خداوند مهربان نازل گردد سر بندگان مؤمن و صالح. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خود را و اهل بیتتان را از آتش نجات دهید. و انذر عشیرتک الاقربین، از فامیل خود شروع میکنی، این پیغام را برای قوم خود میرسانی، برای امت خود، برای فامیلت، برای قبیله خود میرسانی که همایشان آگاهی داشته باشند که فردا روز روزی ثقیلی و گرنگی، روزی سختی را پیش روی خود دارند که روز حساب و روز جزا می باشد، روز آخرت. و انذر عشیرتک الاقربین، سوره الشعراء. و در سوره الغاشیه خداوند مهربان می فرماید فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تذکر می دهی مردم را، آگاه می گردانی، پیغام را برای مردم میرسانی، رسالت را برایشان میرسانی، در غیر از آن کدام حاکمیت بیشتری سر مردم نداری. نمیتوانی که مردم را به زور و به کراهیت به طرف اسلام و به طرف عبادت بکشانی، اما مردم را آگاهی میدهی که فردا روز روز سختی پیش روی دارند، تیاری خود را به فردا روز خود بگیرند. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، مردم را آگاه میگردانی و حاکمیت بیشتری سر مردم نداری. بسم الله الرحمن الرحیم. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هر گاه گروهی که در آتش انداخته میشود، نگهبان آتش، ملائک کرامی که نگهبانان آتش می باشند، سوال می کنند از هر گروهی که در آتش انداخته می شوند، الم یأتکم نذیر، آیا پیغمبری برای شما فرستاده نشده بود؟ آیا آگاه دهنده نذیر پیغمبری برای شما نامد؟ الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا، گفتند که بله، برای ما پیغمبری آمد. قد جاءنا نذير، بله برای ما پیغمبری آمد. فکذبنا، اما ما تکذیب کردیم، باور ما نامد، رد کردیم، تکذیب کردیم. قالوا بلا قد جاءنا نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، وما گفتیم که خداوند چیزی رو نازل نکرده است. قرآن کریم را رد کردیم، پیغمبر را رد کردیم و گفتیم که همه این افتراعات و دروغ می باشد. ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما در گمراهی واضح می باشید، راه خود را گم کرده اید، نه پیغمبر هستید و نه کتابی از طرف خداوند نازل شده است. همه آن را تکذیب کردیم و رد کردیم. هیچ چیز را از ضمن رسالت های پیغمبران ما قبول نکردیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، و گفتند که اگر ما میشنیدیم و اگر ما عقل می داشتیم، تعقل پیدا می کردیم، امروز جای ما آتش نمی بود. ما كنا في اصحاب السعير، از اصحاب آتش ما نمی بودیم. ای کاش که به پیغمبران خود گوش می گرفتیم. یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، ای اولادهای کعب ابن لؤی، خود را از آتش نجات دهید. یا بنی مره
ibnu Ka'b, ay awladahay Murra ibnu Ka'b, anqidhu anfusakum minan nari, khudra az atish nijat dihid. Ya bani Abdu Shams, anqidhu anfusakum minan nari, ay awladahay Abdu Shams, khudra az atish nijat dihid. Ya bani Abdu Manaf, anqidhu anfusakum minan nari, ay awladahay Abdu Manaf, khudra az atish nijat dihid. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nari, أي أولاد هاي عبد المطلب خضر أز آتش نجات دهيد. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، أي فاطمة خضر أز آتش نجات ده. فإني لا أملك لكم من الله شيئا، بدست من فردا روز نمی باشد، ملامتی را فردا روز سر ما کسی نندازه. خضر أز آتش نجات دهيد و عبادت درست پروردگارتان را داشته باشید. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هرگاه گروهی که در آتش انداخته می شوند ملائکه نگهبان آتش از ایشان سوال می کنند که ألم يأتكم نذير، آیا پیغمبری برای شما نامده بود؟ شما را آگاهی نداده بود که آتش را پیش روی خود دارید، از آتش خود را نجات دهید؟ هیچ کسی نبود برای شما، کسی نگفت که خود را از آتش نجات دهید؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، بله برای ما پیغمبر آمد اما ما تکذیب کردیم، رد کردیم و گفتیم که خداوند چیزی را نازل نکرده، شما همیتون دروغ میگویید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، و گفتن که اگر ما میشنیدیم و قبول میکردیم و تعقل پیدا میکردیم پس امروز جای ما نمی بود که در آتش انداخته میشدیم. آیات های مبارک سوره الملک، سوره تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي أولاد آدم عليه السلام، آيا براي شما عهد را نگذاشتم، آيا شما را آگاهی ندادم که شما عبادت شیطان را نکنید، شیطان دشمن آشکار شما می باشد. و أن اعبدوني هذا صراط مستقيم، و عبادت مرا کنید راه مستقيم در عبادت من، در عبادت خداوند می باشد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي أولاد آدم عليه السلام، آيا براي شما عهد را نگذاشتم، آيا نگفتم براي شما که عبادت شيطان را نکنید و از شيطان تعقیب و پیروی نکنید، شيطان دشمن آشکار شما می باشد و عبادت مرا کنید راه مستقیم در عبادت من می باشد. آیات های مبارک سوره یاسین شریف. و من امثله العباده، بعضی مثال های خوبی به ارتباط عبادت خداوند مهربان. الایمان بالله و رسوله، ایمان به خداوند و پیغمبرش. و شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، و کلمه توحید، کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، و تکرار الشهادت قول حسن و من احسن الاذکار و هو من العباده، و تکرار کلمه توحید، کلمه شهادت قول حسن و خوب می باشد و از ضمن بهترین اذکار می باشد، لا اله الا الله بالخصوص جمله اول آن از ضمن بهترین اذکار می باشه، و کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، کلمه شهادت و کلمه توحید از ضمن اقوال حسن و اذکار حسن و از ضمن عبادات می باشد و هر ذکر عبادت می باشد. اداء الصلوات في اوقاتها، اداء نمازها، پابندی به نمازهای
پنج و ادا نمودن نمازهای پنج نمازهای فرض در اوقات آن از ضمن بهترین عبادات می باشد. قیام اللیل قیام شب، از طرف شب نمازهای نفل، صلات التهجد نمازهای تهجد، اداء السنن و النوافل خواندن نمازهای سنت و نمازهای نفل، و الذهاب الى المساجد رفتن به سوی مساجد، و صلاة الجمعه و نماز جمعه، همه مثال های خوبی به ارتباط عبادات خداوند مهربان می باشد. الانفاق فی سبیل الله و انفاق کردن در راه خداوند مهربان، و اخراج زکات المال و زکات مال خود را خارج می گردانیم، زکات خود را تقدیم می داریم، از ضمن عبادات می باشد، خاص بر رضایت خداوند مهربان. و صیام شهر رمضان و روزه گرفتن ماه مبارک رمضان عبادت است. و اداء الحج و العمره لله عز و جل، و حج و عمره، طواف کردن، سعی و مناسک حج و عمره را ادا کردن، همه از ضمن عبادات و از ضمن بهترین عبادات، و حج رکن پنجم اسلام می باشد. تلاوت القرآن الكریم و حفظه، تلاوت قرآن کریم و حفظ کردن قرآن کریم عبادت است. و مدارسته و العمل به، و همچنان تدریس قرآن کریم و تعلیم قرآن کریم، آموزش آن یا خواندن آن برای دیگران، همه از ضمن عبادات می باشد. و عمل کردن به قرآن کریم بهترین عبادت است. و الاستماع الیه، و گوش گرفتن به سی دی یا دی وی دی یا تلاوت قرآن کریم که صورت می گیرد، همه از ضمن عبادات می باشد. مدارسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ونشره، وهمچنان خواندن أحاديث پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم وآموختن آن ونشر کردن آن، وهمچنان تعلیم صحیحی که علم شرعی می باشه و طلب علم شرعی فرض می باشه سر هر فرد مسلمان، چی مرد باشه، چی خانم باشه، چی خرد باشه، چی کلان باشه، کسانی که دین مبارک اسلام را می آموزند، یاد می گیرند، مصروف آموزش دین مبارک اسلام، مصروفیت بودنشان به حقیقت عبادت می باشد. و دفاع عن رسولنا صلی الله علیه و سلم، و دفاع کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و عن الاسلام، و دفاع کردن از اسلام و از مقدسات اسلام، تقربا الى الله عز و جل، انسان را مقرب می گرداند به خداوند مهربان. و كل عمل يقربنا الى الله عز وجل يكون فيه عباده، و هر عملی که انسان را به خداوند مقرب و نزدیک می گرداند در آن عبادت می باشد. و من العبادات بر الوالدین، و احترام و بر والدین از ضمن عبادات می باشد. والانفاق على الاهل والاولاد من كسب حلال ونفقه طيبه، نفقه حلال و کسب حلال و صرف کردن نفقه حلال سر فامیل سر اولاد از ضمن عبادات می باشه. کار حلال کسب حلال بهترین عبادت می باشد. و خدمت الناس، و خدمت مردم همچنان در عبادات شامل می گردد، در تعاملی که با مردم می باشه، همه از ضمن اقوال و اعمال صالحی که در آن رضایت خداوند می باشد و انسان را به خداوند تقرب می دهد، و در این تقرب عبادت خداوند مهربان می باشد. قال صلی الله علیه و سلم: و خیر الناس انفعهم للناس، و بهترین انسان ها کسانی هستند که منفعتشان و خیرشان به مردم می رسد. و كل معاملة طيبة مع الناس، و هر معامله تعاملی که یا رویه خوبی که روش خوبی که با مردم می باشد، لارضاء الله عز و جل، خاص به هدف رضایت خداوند مهربان، یکون فیه تقربا الى الله عز و جل، در آن تقرب می باشد به خداوند مهربان. یعتبر من الصالحات و من العبادات، از ضمن اعمال صالح و از ضمن عبادات به شمار برده می شود.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى نه مالتان و نه اولادتان شما را با ما تقرب می دهد نه مالتان نه اولادتان شما را با ما تقرب می دهد الا من آمن و عمل صالحا مگر کسی که ایمان داشته باشد و عمل صالح را برپا داشته باشد ایمان و عمل صالح انسان را به خدا تقرب می دهد إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون کسانی که ایمان و عمل صالح را دارن خداوند بهترین جزا بهترین مکافات را به نصیبشان میگرداند و در خانه هایی که در آن امن و امان می باشه در بهشت در خانه های پر امن و پر فیض و برکت می باشند به روز آخرت آیت مبارک 37 سوره سبع برادران و خواهران مسلمان و سجدت لله عز و جل عباده و سجده کردن به خداوند مهربان عبادت می باشد و رکوع عباده و رکوع کردن عبادت است و ذکر عباده و ذکر کردن عبادت است و کل تسبیحة عباده و هر تسبیح را که ما شما ذکر می کنیم سبحان الله گفتن عبادت می باشد و کل تحمیدت عباده و هر گاه بنده بگوید الحمدلله در آن عبادت می باشد و تکبیرت عباده و گفتن الله اکبر عبادت است و قول لا اله الا الله عباده و قول لا اله الا الله عبادت می باشد و فیها تجدید الایمان و ایمان بنده مجدد می گردد تجدید می گردد هر گاهی که بنده بگوید لا اله الا الله و الصلاة على الرسول صلی الله علیه و سلم فیها تقرب الى الله عز و جل و درود فرستادن سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آن تقرب بنده به خداوند مهربان می باشد و از ضمن اعمال صالح و از ضمن عبادات می باشد قراءة القرآن عبادة بل تلاوة قرآن کریم عبادت است الشكر لله عز و جل عبادة و شکر گزاری خداوند مهربان عبادت است الصبر عبادة بل صبر عبادت است العفو عبادة گذشت از مردم در آن عبادت می باشد الطهارت و عباده طهارت و نظافت جزء ایمان می باشد و از ضمن عبادات می باشد الوضوء و الغسل و عباده بلی وضو کردن و غسل کردن عبادت است و تقدیم النصیحت طیبت عباده و تقدیم کردن نصیحت خوبی و موعظه حسنه عبادت می باشد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عباده امر کردن به معروف به کارهای خوب و نهی کردن از منکر از اعمال بد همه عبادت می باشد اکل الحلال عباده و خوردن حلال و کسب حلال و نفقه حلال همه عبادت می باشد و کار درست و کار حلال عبادت می باشد احترام الناس عباده و احترام مردم عبادت است عدم تجریح الناس عباده و مردم را و احساساتشان را جریحه نمی سازیم عدم تجریح مردم از ضمن عبادات می باشد مردم را کتره و کنایه نمی گوییم بر الوالدين ومعرفة حقوقهم عبادة بر والدين ومعرفة حقوق والدين عبادت می باشد برادران و خواهران مسلمان الابتعاد عن المحرمات عبادة بل دوری کردن از محرمات چیزی که حرام باشد عبادت می باشد الابتعاد عن شرب الخمر عبادة دوری کردن اجتناب ورزیدن از خوردن شراب عبادت می باشد الابتعاد عن شرب الخمر عباده دوری کردن از خوردن شراب عبادت می باشد و ترک شراب عبادت است الابتعاد عن المیسر عباده دوری کردن از قمار عبادت است ترک کردن قمار عبادت می باشد ترک الكذب عباده ترک کردن دروغ عبادت می باشد ترک الغیبت والبهتان عباده ترک کردن غیبت
و بهتان گفتن سر مردم و تومت ناحق هم عبادت می باشد. ترک و بذاعت لسان عباده و ترک بذاعت لسان عبادت می باشد. التعود على الخير وعلى نشر الأخلاق والفضيلة عبادة وعادة گرفتن سر مسائل خير ودر راه نشر أخلاق وفضيلت هنگامی که بنده سهم میگیرد همه از ضمن عبادات میباشد. لا سیما عندما نعمل هذه الاشیاء خالصة لوجه الله العزیز و خصوصا هنگامی که این اعمال این مثال هایی که ذکر شد که آن را خاص بر رضایت پروردگار خود ادا نماییم. هنگامی که عمل بنده خاص بر رضایت پروردگارش صورت میگیرد به شکل عبادت و تقرب و عمل صالح برایش حساب میگردد و بنیت عبادت خالصه و صادقه لله الكریم و نیت انسان نیت عبادت باشد و نیت پاکی و تقرب باشد خاص بر رضایت خداوند مهربان به صدق و صداقت. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. پس عبادت اسم جامع و شامل می باشه هر آن مسئلهی که در آن خداوند مهربان رضایت خود را حاصل می گرداند و آن را دوست می داشته باشد. از ضمن اقوال و اعمالی که در باطن یا در ظاهر می باشه هر عملی یا هر گفتاری یا هر نیتی که در آن رضایت خداوند مهربان باشد و آن را خداوند دوست داشته باشد در ضمن چوکات معنی عبادت داخل می گردد. فنرجو الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات الإيمانية وهذا الدرس الإسلامي في موازين حسناتنا يوم القيامة. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات ایمانی ما شما را و این درس اسلامی و درس ایمانی ما شما را در موازین حسنات ما شما به روز آخرت آن را اضافه بگرداند. و ان یجعل اعمالنا هذه تعبدیه و این اعمال ما از ضمن اعمال تعبدی باشه که در آن عبادت خداوند مهربان صورت بگیرد. و ان یجعل اعمالنا هذه تعبدیه و این اعمال ما از ضمن عبادت ها باشد. و ان یجعلها من العبادات و ارزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را از ضمن عبادات به شمار ببرد. وأن يتقبلها منا بقبول حسن وأرزو داريم كي خداوند مهربان از همه ما شما قبول بگرداند. با درس های اسلامی توجه می داشته باشیم، علاقه می داشته باشیم، آن را گوش می گیریم، به اندازه توان خود سر خود زحمت می کشیم و کوشش می کنیم که عمل داشته باشیم و مخلص می باشیم با خداوند مهربان و در راه رضایت خداوند مهربان سعی و کوشش می داشته باشیم و در راه نشر همچو پروگرام های اسلامی که به عنوان تقرب حسن و خوبی به خداوند مهربان می باشه به عنوان عبادات می باشه و به عنوان نشر علم صحیح و طلب علم شرعی صحیح به اساس کتاب خداوند مهربان و به اساس سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد سهم می گیریم و در راه نشر همچو پروگرام های اسلامی علاقه می داشته باشیم و باعث تشویق قرار می گیریم. و ان یتقبلها منا بقبول حسن خداوند قبول داشته باشد این اعمال صالح ما شما را، این نیت و خلوص ما شما را و این لحظات ایمانی لحظات تعلیمی اسلامی ما شما را خداوند قبول بگرداند. و ان یرحمنا برحمته الواسعه و آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را در رحمت خود شامل بگرداند. و ان یجعلنا من اصحاب الجنه و از ضمن اصحاب جنت به شمار برده شویم. من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و از آنان باشیم که فردا روز سرشان خوف و حزن نباشد. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان فاصله مختصر و چند آیه مبارک را به تلاوت آن گوش میگیریم با هم یک جا، پس دوباره برمیگردیم به درس امروزه
و یک حدیث مبارک زیبایی را داریم که مثال های خوبی در این حدیث مبارک به ارتباط عبادت و عمل صالح و تقرب به خداوند مهربان ذکر می گردد. لطفا با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، و در اخیر یا لحظات اخیر درس امروز حدیث مبارک زیبایی را داریم. و من خیر امثلت على عبادت الله عز و جل و التقرب الیه نذکر هذا الحدیث المبارک. از ضمن بهترین مثال ها سر مسئله عبادت خداوند مهربان و تقرب به خداوند مهربان این حدیث مبارک را ذکر میکنیم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال از ابي هريره رضي الله عنه روایت شده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: سبعه يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. افت طبقه مردم را فردا روز خداوند مهربان بر روز آخرت به زیر سایه عرش خود نگاه می داشته باشد، در آن روزی که سایه نیست مگر سایه خداوند مهربان، مگر سایه عرش خداوند مهربان. افت طبقه مردمی را که خداوند مهربان به شکل مخصوص تحت سایه عرش خود نگاه می داشته باشد بر روز آخرت. امام عادل، امام خلیفه یا پادشاه یا حاکمی که عادل باشد، و شاب نشأ فی عبادت الله، و جوانی که در عبادت خداوند مهربان پرورش پیدا کرده باشد، جوانی که در عبادت خداوند مهربان پرورش پیدا کرده باشد، مصروف عبادت خداوند مهربان باشد، و رجل قلبه معلق فی المساجد، و شخصی که قلب او با مسجد پیوند می باشد، به مسجد می رود، به نمازهای خود حاضر می شود، به حلقات علم و ذکر حاضر می گردد. و رجلان تحاب فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه، و دو شخص محبتشان دوستیشان خاص از خاطر رضایت خداوند مهربان می باشد، جمع می شوند از خاطر خداوند و اگر جدا می شوند از خاطر خداوند. و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اني اخاف الله، و شخص می باشد که یک خانم با صفات خوب، با حسن و زیبایی و همچنان منصب و مال را می داشته باشد و او را به عمل بدی، به عمل شرم آمیزی دعوت می نماید، و این بنده می گوید که اینی اخاف الله، از خداوند می ترسم. و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، و یک شخص صدقه خود را تقدیم می دارد به دست راست خود، حتی دست چپش خبر نمی شود که چی را در راه خداوند مهربان صرف کرده است. صدقه و مال خود را صرف می نماید در راه خداوند مهربان به دست راستش، و آن را پنهان می کند حتی دست چپش خبر نمی شود.
بین خودش و بین خداوندش می باشد. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، و یک شخص می باشد که خداوند را یاد می کند، خداوند را یاد می کند و اشک در چشمش دیده می شود یا اشک او جاری می شود از محبتی که با خداوند مهربان می داشته باشد. حدیث مبارک رواه البخاری. برادران و خواهران مسلمان، آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. تا روز چهارشنبه آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. ما را از دعای صالحتان فراموش نکنید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.